سلام تقدیم میکنم خدمت تک تک شما بینندای عزیز، بینندای بسیار خوبم. خوشحال هستم یک بار دیگه با یکی از برنامه های کاملا جدید خود خدمت شما دوستا و نازنین هستم. انشالله هر جای که هستید سر سلامت باشین و خوش آرام باشین کنار فامیلای عزیزتان. دوستای عزیز، امروز میخوایم در مورد بسیار چیزای حرف بزنم که مربوط خانما میشه، مربوط حق و حقوق میشه که اصلا در طول تاریخ به خانمای عزیز داده نشده، چی در افغانستان اگر بودن و چی در خارج از افغانستان اگر زندگی میکنن. زندگی هیچ خانم بدون کدام مشکل و بدون کدام جنجال نبوده. چنانچه در شرایط فعلی افغانستان ما و شما همه ما شاهد به این هستیم که دروازه های مکتب را بروی دخترای افغان ما بسته کردن. علت ازیر تا به حال ما دقیق نمیفهم، اما نظر به وعده‌ای که داده بودن و به گفتهایی که گفته بودن، حکومت امارت اسلامی باید به دخترایی که بالاتر از صنف 6 هستن همچنان باید بر اونا اجازه بدن تا که به مکتب برن، درس بخونن، تحصیل کنن. حق تحصیل هر مسلمان داره، چی دختر باشه و چی پسر باشه، هر سن سال که باشه، یعنی فرا گرفتن علم حد و مرز نداره. پس و علم ای که ما درس میخوانیم یا تعلیم میکنیم یا مرد زن نمیشناسه، یعنی هر مؤمن مسلمان، هر کسی که انسان است، ضرورت به این داره که درس و تحصیل خود ادامه بده. اما دوستای عزیز، مردمی که در افغانستان هستن، خب هم ما شاهد هستیم که شاهد چنین مشکلات هستن، زندگیشان، مشکلاتشان بر هم ما آشکار است، بر هم ما واضح است. ما و شما همچنان بیننده از ایالات فعلا که در افغانستان جریان داره هستیم. اما بیشترین خانمایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونر پیشای بسیار خوب ما هستن، زندگی اونا هم خالی از مشکلات هیچ وقت نبوده. ما و شما همیشه وقت روی پرده تلویزیون ظاهر میشیم، وقت در سوشال میدیا عکس پست میکنیم، وقت ترقی میکنیم، فقط دوستا همو خوشی انسان میبینن، فقط عکس زیبایشان میبینن، فقط به یک جایی که میرسن عکسش میبینن. اما از زندگی شخصی یک نفر که چقدر مشکلات میبینن، بخصوص خانمای عزیز ما، هیچ کس آگاهی ندارن. یکی از دوستای خوب ما، دوستام امروز در برنامه تنها نیستم، حتما برنامه را حمایت کنین تا که به گوش تمام کسایی که مسئول هستن حتما این برنامه برسه، برنامه را شیر کنین تا که کم وایرال شوه و بیننده از این برنامه همگی باشن. من امروز در برنامه تنها نیستم، یکی از هنرپیشه بسیار خوب ما را که با خود دارم مارینا جان گلبهاری است، یکی از اونر پیشه بسیار خوب عزیز ما که در طول چند سال که گذشت از سن خورده که داشت در فیلم اسامه که تانست ایواردهای بسیار زیاد را دریافت کنه، تانست که جایزهای بسیار زیاد را دریافت کنه و امروز اصلا از زندگی اینا، از این که در زندگیشان چقدر اینا غمگین هستن و چقدر مشکلات سپری میکنن، هیچ کس آگاهی نداره. مارینا جان سلام به خودت، وقتت بخیر، بسیار زیاد تشکر از این که دعوت مرا پذیرفتی و امروز مهمان هستی. سلام نادیا جان، سلام و خدمت شما تقدیم میکنم و خدمت بیننده های چینلتان. چطور علاقه هزی بسر تازه تا که یک هنرپیشه خوب باشین و درد دل تمام هموطنهای ما که بسال قبل داشتن را شما به تصویر بکشین و امروز هموطنهای ما بازم شاید امو وضعیت هستن؟ من دیدم باید گفت قبل از اینکه در فلم کار کنم با سینما آشنایی نداشتم، متاسفانه با خواندن کتاب آشنایی نداشتم، من در سر سرک مجله مفروختم، اصلا در مورد سینما هیچ معلوماتی نداشتم که تصادفی بگم آقای صدیق بر مرگ وقتی که مرا دیدن از مرگ چند سوالی کردن، بعد از اون گفت ما وارد سینما شد. بسیار عالی، از تجربیت بگو در فیلم اسامه که شما خواستی نقش بازی کنین، چقدر تجربه شما گرفتین و چقدر شما خود به بلندی ها رساندین که اصلا تصورش نداشتین؟ فیلم اسامه میتونم بگم که روایتگر زندگی بود که 20 سال قبل خودم تجربه کرده بودم در افغانستان در زمان طالبا، با وجودی که کودک بودم اما مشکلات را که دیده بودم. زمانی که در این فیلم من نقش بازی کردم، باور کنین که من احساس نمی‌کردم که من نقش بازی میکنم، فکر میکردم که زندگی واقعی است، خصوص کسانی که نقش طالبا را بازی میکردن نزدیک من تمام مردم بسیار میترسیدم، بسیار اعراض داشتم. بله بله. مارینا جان عزیز، فعلا شرایطی که فعلا در افغانستان جریان داره را چگونه مشاهده میکنین؟ آیا تصویری از 20 سال قبل است یا کمی هم تغییرات در رویه و رفتار طالبان آمده؟ خب قسمی که ظاهرا نشان میتن میگن که ما تغییرات آوردیم، اما متاسفانه همو طالبایی که قبلا بود همو هستن، وحشتشان و خشونتی که میکنن، ببینین دخترها را محروم کردن که مکتب نرن، خانم‌ها را اجازه نمیدن کار کنن،
هیچ کدام تغییری نامده. دقیقا بله راست میگین. مارینا جان عزیز، در بسیاری از برنامه های کلان و بین المللی که شما اشتراک کردین از زندگی شخصی شما آغاز میکنیم. تقریبا مدت 2 سال یا زیادتر از 2 سال میشه که شما ازدواج کردین و فعلا فکر میکنم مرحله رسیده که باید از همدیگرتون جدا شوین. با کی ازدواج کردین و دلیلی که اینقدر مشکلات و اینقدر ظلم شما متحمل شدین چی است؟ از اونا بر ما قصه کنین. ندیه جان عزیز، ما اجگاه نمیخواستم که موضوع شخصی خانوادگی ما با میدیا برسانم، اما بینمان یک زن هیده وظیفه خود دانسته خواستم که پیام خود بگویم که دیگه خانم ها مثل ما قربانی نشه، با احساس با زندگی دیگه دخترها بازی نشه. بله در سال 2014 بود که من پیام دریافت کردم توسط فیسبوک به نام نوراللهی حزیزی، ای آقا خود نویسنده و هنرپیشه معرفی کرد و بر من پیشنهاد کرد که من برایشان کار و ندی داشته باشم. من برای ایشان گفتم که من در تاریخ افغانستان نیست نمی باشم، امی که فهمید که من از افغانستان میایم به فستیوال اینا نمی خواهم چی باعث شد که مقصد پیام دادن خود بیشتر ساخت و آهسته آهسته من علاقه مند از یاقا شدم. تا وقتی که فهمید که آمدن ما مشخص میشه و فستیوال خواستگاری فرستادن و ازدواج کردیم، دو ماه بعد از ازدواج ما فرانسه آمدیم و در فرانسه پناهنده شدیم. از کجا آغاز کنم نمی کنم. خب در افغانستان که بود یک چهره دیگه داشت و زمانی که فرانسه رسیدیم یک هفته بعد از رسیدن ما به فرانسه متاسفانه خشونتاش آغاز شد. خب یک بار دو بار چندین بار سر ما دست بلند کرد. در طول 2 ماه شما باور به خدا کنین شاید کسی باورش نشه، 4 بار سر ما دست بلند کرد. ما به عنوان از اینکه همسر ما و به عنوان از این که ما نمیخوایم شخصیت خود از بین ببرم، چرا ما باید برم با پولیس این موضوع رو بکشم؟ ما با پولیس هیچ وقت شکایت نکردم. اما قسم 6 ماه ادامه پیدا کرد نالیه جان. در این طول 6 ماه خیلی حالت ما خراب شد. نمیتونم بگویم که 100% به خاطر خشونت از این آقا بود. البته نمیتونم بگویم 50% دوری از افغانستان، دوری از خانواده بود. ما افسردگی گرفت. یک روز ما اوه به کمپ زندگی میکردیم، دوستای خود از امی آقا که جورنالست فرانسوی هستن اونا آمدن به دیدن ما کمره ما مصاحبه کنن. زمانی که حالت ما را دیدن در مورد ما جستجو کرده بودن و از سوسیال پرسان کرده بودن که چی اتفاق افتاده به خانم. بعد سوسیال برش گفته بود که خانمش چندین بار سر از شوهرش چندین بار سرش دست بلند کرده یا لط کرده. اونا ما را پاریس دعوت کردن. زمانی که پاریس دعوتم کردن مرا با یک دکتر آشنا ساختن و معرفی کردن و دکتر برای ما دوای افسردگی داد. دوای افسردگی را که من استفاده کردم یک هم حالتم بهتر شد، اما متاسفانه همین دوا خوردن ما ازش استفاده کرد. خب شما سوالات کنم که من نسبت به سوالات شما پاسخ میگم. هیچ مشکل نیست مارینای عزیز. میشه در مورد ازی بر ما بگوین در طول مدت که شما با همدیگرتان ازدواج کرده بودین چند سال از ازدواج شما شده بود و در طول مدت که با همدیگرتان بودین چقدر مورد شکنجه قرار گرفتین و علت از این شکنجه های آیا برتان معلوم بود یا خیر؟ تقریبا سال هفتم است که در فرانسه هستم، شروع شد یعنی سال هفتم و 6 سال میشه از ازدواج ما. 7 سال میشه از ازدواج ما. علت خشونتش باور کنید که چیزهای بسیار عادی است. مثلا یک مثال شما میتونم براتون بگویم. 2 هفته شده بود از آمدن ما به فرانسه، می آقا همسر میخواست که ما مادر شوم، چون وقت ما خانه نداشتیم و اقامه نداشتیم. ما رد کردیم، گفتم فعلا وقتش نیست به خاطر که ما هیچ امکاناتی نداریم و خودمون آماده نیستم. اونا وقت بود که نمیخوام با خب حالا باید واضح بگویم وقتی که در این مورد صحبت کردم باید واضح بگویم. از مویم گرفت خاموش، به دهنم زد، از دهنم خون آمد و من خاموش گرفتم. خب بازم چیزی نگفتم، گفتم خب من در جواب ازی چی بگویم؟ خودش باید درک میکرد که چرا من نمیخوام که مادر شم. و بعد فهمیدم که دوستایش برای گفته بودن اگر شما طفل داشته باشین زودتر میتونین در فرانسه اقامت بگیرید. به این دلیل من همین پیش خود فکر کردم که شاید دوستا بگویند که دلیل ما خشونتش چی بوده. اینمی گفتای خورد ریزه بود که سر ما فشار می آورد.
نمیخوام اسم از او اشخاص هم یکی از عزیزترین کس هم که بسیار برام نزدیک است. زمانی که از آشنایی ما و از یاقا فهمیدن اونا بر ما باور کنین قبل از ما دو چونین گفت که مارینا این شخص نیست که مرد زندگی تو شوه. ما گفت اونا را رد کردم و اونا هم دمی فرانسه تشریف دارن، خیلی کوشش کردن که بفهمانندش اما ای ادامه داد به این کارای خود. بله ادامه داد. خب مارینای عزیز، از عکس که بر ما روان کردین و حال دوستا اونا را بیننده خود بودن که شما مورد خشونت بسیار زیاد قرار گرفته بودین و از نقصه که از پیش دکتر و یا تاییدی که از پیش دکتر شما دریافت کرده بودین را او را همچنان حال دوستا بیننده خود بودن، میشته مورد ازی بر ما بگوین چرا نخواستیم به پلیس شکایت کنین؟ چرا که در خارج از افغانستان اگر بیننده باشیم حقوق خانم ما واقعا به اندازه زیاد است، پس چرا تا به حال چوب بودین؟ یکی از دلایلش نادیا جان بگم که من واقعا همسر من خیلی دوست داشتم و نمیخواستم که زندگیم از هم بپاشه. ای بغض ما به این نیست که ما بگم کس بر ما دل بسوزانه، نه، فقط ای بغض ما به این است که من خیلی صادق بودم و با صداقتی زندگی آغاز کردم با یاقا. اما سال 2018 بود که سر یک موضوع بسیار عادی ما گفتگوی لفظی داشتیم، یک بار سر معامله کرد و بسیار حالت وحشتناک ما را لفظ کرد و همسایات خبر شدن و انتقال دادن شفاخانه. باید کنیم با خدا دکتر ما را گفت پولیس را بخواهیم، ما رب دارم گفتم نه خیلی ما نمیخواهیم پولیس از این موضوع خبر شد. بعد وقتی که از شفاخانه آمدم خانه، وقت دخترک ما یک ساله و شش ماه بود، تمام روی مسیح کبود گشته بود و امی آقا نورالله عزیزی بسیار امره من رفتار خوب میکرد، خوش میکرد بر ما محبت بکرد و اینا، دلیلش همی بود که من با پلیس شکایت نکنم. یک هفته بود تمام روی من سیاکه بود گشتم و برای هیچ کس هم نمیگفتم، من تو بر خانواده خود این موضوع رو نگفته بودم. بعد یک هفته بعد من که خوب تمام سیاهی که بودی های من از بین باره من فرستاد خانه، یکی از دوستای ما آمد اونجا گفت که من طلاق میدم و حالا 3 سال و 5 ماه میشه که از خانه دور شدم، رای مزین نگی نمیده. مرا قسمی بر اینجا معرفی کرده، گفته کی روانی شده، دخترکم از ما گرفتن. من فقط میتونم فیلن دخترکم پیش پدر شد، فقط موضوع طلاق تن تا بار رسمیه شده؟ نه خیلی رسمیه. خب کدام امیدواری به ای است که در آیدهات من بتانی دخترت پیش خودت نگاه کنی تا که به سرنوشت خودت دوچار نشه؟ البته گذاشتیم که یک مدت همه چیز آرام شده و ما دوباره باید وکیل بگیرم، دخترم رو بگیرم. میخوام اصل موضوع رو حالا بگم. داستان از اینجا آغاز میشه نادیا جان که مادر نورالله عزیزی خانم شاپیری چندین سال قبل در پاکستان کیس بیوگی انداخته بودن، موجود همسرشان زنده هست. زمان کیس بیوگیشان رد میشه، دختر انجیلانا مفتاده در سن 17 سالگی با پسر همیشان ازدواج میکنن که پسر همی در امریکا زندگی میکرده و اتفاقی که در شب عروسی از اینا رخ میده خب نمیدانم با جزئیات بگم، باز هم فرهاد همه چیز نادیده گرفته میره آمریکا و کوشش میکنه کارو انگیلا را جور کنه که آمریکا بخواهش. هر ماه پول گزافی از این آقا میخواست، ماه $1000 $800 و بالاخره وقتی پول برش میرسیده موبایل خود قطع میکرده. اصل موضوع را که فرهاد میفهمه، خانم خدا میگه که من نمیدانم امروز زندگی کنم و اما تو بهتر نوش خانه پدرش میمانه. بعد از چند سال خودم این نور در جستجوی دخترهایی میشه که در اروپا زندگی میکردن، مثلا خودش بر من با وجود که همه را قصه میکرد، من قدر غرق احساسات بودم نادیا جان که من نادیده میگرفتم اسم زمانی که وقت من با این شخص ازدواج کنم زندگی کنم، پس این موضوع بر من مهم نیست که از گذشته است، وقتی با من زندگی کنه همسر من میشه دیگه گذشته مهم نیست برای من. من نمیخواست میرم یاد کنم، اما باید امروز یاد کنم که دیگه کس ها متوجه شوند. بعد
دخترای میشه تا باید دختر آشنا شده به تو برای که تو در کانادا میبرم در قزاقستان زندگی میکرده و دختر مادرم نورالله عزیزی تلفنی هم رو با تماس شده بود خواستگاری هم کرده بودم. اونا هم بعض چیزا رو احساس کرده بودم بعد با اینا قطع رابطه کردن. همینطور که با چندین دختر ارتباط گرفته بود یعنی بخواه خود اروپا بکشه بعد متاسفانه چیز دامش مشد که حتی میتونم بگم قبل از اینکه خواستگاری بفرسته بر من گفته مارنه من پول ازدواج من ندارم یاسنین بر من پول ازدواج من میده با ازدواج ما هم کمک اقتصادی کردم حتی میتونم بگم که زیورات من خودم گرفتم گفت که مادر من عشق میریزه میگه من پول ندارم که برای مارینا چوری بخرم خودم باور کنیم که از پول خود چوری خریدیم برای جادم که مهم نیست بر مادر جانت بده بگو که نه در روز مخل میشه طرف خاطر بعد از من کنم بعد اینجا هم که آمدیم حتی پولم از من گرفت گفت که من باید قرض ازدواج ما را روان کنیم چون اساس نیم قرضدار هستم در حدود 6000 یورو ما برش دادم فرستاد افغانستان خب یک نحوه بازی هایی میکرد خیلی دوستان برای میگفتن که مارینا متوجه باش متوجه باشی یک بازی است فقط خواست از تو سو استفاده کنه تا خود فرانسه برسنه در هیچ کس باور نمیکرد میکنه چنین چیز نیست چون ما یک تقل داریم بعد متاسفانه روز شد که ایگر بطیقت تبدیل شد و حتی امروز خانواده خود فرانسه خواسته و از نام ما استفاده کرده که خانم ما در فیلم اسامه کار کرده حالا خانواده ما را تهدید میکنم طالبا تمام خانواده خود فرانسه ها ورده دخترک ما گرفته و ما با خواهرم زندگی میکنم باور کنید دلیلش همی بود هیچ وقتی که ما با پلیسم شکایت نکردم اصلا نزدیکترین دوستم اگر این ویدیو را مصاحبه را ببینن اونا شاهد هستن ما را میگن مارینا حکس بگی برو پیش پلیس برو با پلیس شکایت میتونم نه اگر ما با پلیس برم شکایت کنم هم سرم از زندانی میشه بالاخره از من جدا میشه که امروز اونا تمیم خدا گرفت و بالاخره خواست جدا شم اگر هیچ وقت ما با پلیس شکایت نه حالا واقعا باید شکایت میکرد ما میخوایم که صدای زنها باشم اما ظلم میره که ما امروز واقعا خودم تجربه کردم 6 سال ما واقعا شکنجه شدیم در فرانسه دلیلش هم میگم براتون و صادقانه هم میگم میکه بینیندا ایرا باور میکنن یا نمیکنن مربوط خودشان میشه انسان وقتی که با ما خشونت میکرد در بین خانه بود چون کسی نمیدید و این میکنم که مرا چطور احساساتی بسازه وقتی که در بیرون میبودیم مثلا سر یک موضوع مرا احساساتی میزه از ما یک عکس العمل نشان میداد بعد وقتی که ما طرف خانه میامدم پشت سر ما پولیس هم میخواسته و کسایی که در طرف ما می بود اونا رو شاهد می گرفت سرمسناد جور کرده می رفت سرمسناد جور می کرد و امید دلیلش هست که اینا فکر می کنن که ام سرمق و جانو بسته اما دوستایم که مرا می شناسن و کارهای یا کار دیدن خود اونا شاهد هستن چرا تا بال در مدت 5 سال طلاقتان رسمی نساختین؟ اینا دیگه جنقن 3.5 سال می شه که داشتیم باور کنین شاید بر بعض دوستایی این گپ خنداور باشه و یا قابل باور نباشه من تا یک ماه قبلم به خدا قسم که منتظر برگشتش بودم نادیه جان با وجودی که می دیدم چی کارهای میکنم من تا یک ماه قبلم انتظار داشتم که بر می گرده به می دلیل من خاموش بودم حتی بر من گفتن برو وکیل بگی به دختره کرد من گفتم که چرا وکیل بگیرم وقتی ما دوباره با هم زندگی کنم به چی دلیل من وکیل بگیرم اون کارهای میکرد مرا امیدوار میساخت و فکر میکردم که بر میگرده دمی 3 سال بار کنیم گفتم که بر من امیدهای میداد رفتار میکردم رای من یک سال اول خوشونت کرد همین سال اولی که رفت خیلی مرا زجر داد در دو سال دیگهش امرایم رفتار میکرد مسیح میداد من حتی به خوارم که این حال خوب شده شاید پس برگرده بیا خوارم میفنیم مارینا تو آمادگی از دیره بگی که دیگه او بر نمیگرده به می دلیل و خودم هم نخواستم که طلاق بگیم او حاضر بود من میفتم که نه بدن رابطه ما خوب میشه من نمیخوام جدا شوم و گفتم برام تا یک ماه قبل ما انتظار داشتم که پس شاید دوباره برگرده به زندگی ما چون خانوادهش که آمد حتی ما حاضر بودم که گل گرفته برم به دیدن خانوادهش در ما پیام داد گفت که
متوجه باشی که طرف خانه ما نبیایی. حتی کاکاش بری زنگ زد که مارینا میایه به دیدن پدر مادرت. بر من کمی پیام داد بعد از گفتم که دیگه یاقا واقعا ارزش پذیره نداره که با ما زندگی کنه. از سنها گفته های که مارینا عزیز دیگه چی میخوایی بگی؟ چی از دلت که برای هیچ کس نبیدی؟ نادیه جان ما خانمی استمال بون زمانی که ما در بطن مادرم بودیم در کشورم جنگ بوده، زمانی که ما تولد شدیم در کشورم جنگ بوده، زمانی که ما بزرگ شدم در کشورم جنگ بوده. ما از 8 سالگی کار کردن آغاز کردم در سر سرک به خاطر که پدرم تنبور نواز بود. طالبا پدرم را زندانی ساختن و پدرم مجبور شد که خانه را ترک کنه برای در زادگاه ما گلبهار. ما مجبور شدم که کار کردن آغاز کنم به خاطر حمایت خانواده. ما خیلی زجر کشیدیم، هر نوع خشونت تجربه کردم. اما وقتی که ازدواج کردم احساس میکنم که من خوشبخت میشم چون یک مرد در کنارم است. فقط دلیل این مصیبه کردن ما نادیا جان خاص ای بوده. من نمیخواستم درد ما برای کسی بگویم. من نمیخواستم که اما قسمی که شما گفتین نیاز به این ندارم که من خدا به شهرت برسم. رسالت ما پیام است که خانم ما دختران متوجه باشین با هر کسی که ازدواج میکنین اول شخص را بشناسین. با زندگیتون بازی نشه، قربانی نشین، مثل ما قربانی نشه. مارینای عزیز از شکنجه‌ای که میشودی و بعد از اینکه خواستی که رسانه ای تو هم که چی اکس نمت کنم بدن نوریا جان شد کس باورش نشه. ما به فامیل نمیگفتم. ما هم قدر یاقا را دوز داشتم. زمانی که حتی مرا لط میکرد من صبح میرفتم میبوسیدمش، میگفتم که این موضوع حل شود. حتی بچیشم خود ما دیدیم که چت کرده با یک شخص، نمیخوایم بیشتر بگویم. برش بسیار چیزهایی را دیدم که اگر یک زن دیگه میبود به جای مشتار تونمو لحظه لباس خود گرفته از خانه میبرامد. مگر بازم نادیده گرفتم. حتی با یک دوستم تماس گرفتم، گفت که مارینا خیر از تعمل. واقعا من فقط میخوام یک گفتنی دیگه میره بهم که دخترانی که تصمیم میگیرن با کسی ازدواج کنن کسی رو انتخاب کنن که به هر شرایط در کنارش باشه. نادیه جان دختره که من 1.5 ساله بود و من بسیار حالت روحیم خراب بود. وقتی که آقا را من دوای افسردگی استفاده میکردم، نمیخوام پنهان کنم چون افسردگی داشتم که در فرانسه میتونم بگم 80% مردم دوای افسردگی استفاده میکنن. خیلی ازش خواهش میکردم، التماس میکردم میتونم برگرد خیر بختار دختر ما، اما هیچ اطلاعی نمیکرد. دولت خیلی دشوار مرا رها کرد و رفت. مارینای عزیز این آلات حرکت شایدش بود چقدر سر رو روان و زن به نظر تاسم در هوایل وقتی که حتی در مقابل چشمم و دخترکم چندین بار مرا لد کرد او خورد بود. فقط همی آخرین دعوایی که با من کرده بود یا سال گذشته بود که در مقابل چشم دخترم از بلونم گرفت سرم در دیوار زد. شما باور به خدا کنی نادیه جان که تا اینه میالم دخترکم بعض اوقات یاد میکنه مرا میگه ماما جان پپیم از بلون تو گرفت. در 6 سال بخصوصی 3 سال و 5 ماهی که میشه یاقا رفته من بسیار مشکلات دیدم. آنقدر مشکلات دیدم که با تنهای خود گریه میکردم، با تنهای خود صحبت میکردم با خود از بی کسی از این که کسی نبود. دوستم خیلی زیاد بودن اما نمیخواستم که درد ما با هم شریک بسازم. نمیخوام چی بگویم واقعا. فقط با یک مرد زندگی کنم، با نامرد نه. مردی که در هر حالت در کنارش باشه، مردی که وقتی که به عنوان همسر به عنوان ناموس خاطر میپذیره باید برات احترام داشته باشه، باید دوست داشته باشه، باید در کنارت باشه.
مارینا عزیز، واقعا بسیار زیاد تشکر میکنم از اینکه در برنامه ما دعوت بودی و واقعا یک برنامه بسیار عالی را داشتیم و خودت یکی از نمونه خانمایی هستی که واقعا شجاع هستی، واقعا صبر و حوصله بسیار زیاد داری و با وجود قدر مشکلاتی که خودت باش روبرو هستی مقابله میکنی به خاطر اولادت. آفرینت و انشالله که در برنامه بعدی یک روز من خودت دعوت داشته باشم امرای موفقیت های زیادتره که داینده انشالله خودت رو به دست میری، موفقیت های زیاده را از نو صحبت کنیم و دخترک خودت همچنان در برنامه با ما باشه. ما دو وقت گپ تنو قد کردم، خب یک ماه میشه که مالت روحی میکنم خوبتر شده، گفتم اونو خیلی سخت بود برام که من از یاقا جدا شم، واقعا برام دشوار بود. شاید بیننده ها فکر کنم بگم با وجود که همه از اجرا کنجی پچرا دشوار بوده، نمی کنم ما فکر میکنم همه چیزم هم سرم است که اشتباه فکر کردم. یک ماه شده بار کنیم که دهی طولی یک ماه خیلی عکاسای مشهور فرانسه از ما تقاضا میکنن که با ما عکاسی کنن و از ما عکس بگیرن و در مجله ها نشر کنن و فعلا ما سر یک فیلم مستند کار میکنن که اون نام از فیلم مستند به نام مارینا ز فستیوالا دعوت میکنن. انشاءالله بعد از این خبر خوش خاطر شنیدین و میخوایم لبخند بزنم، لبخندم به این دلیل که هیچ وقت ناامید نشن، هیچ خانمی اگر مشکلاتم در زندگی خودم دیدن بازم قوی باشن و بعد از این ما میخوایم که صدای زنای افغانستان باشیم. انشاءالله ما با امید زیادتر از این مارینای قند وقتت نمیگیریم. وقتت بخیر، بازم بسیار زیاد تشکر میکنم از اینکه در برنامه ما مهمان بودی. انشاءالله با امید موفقیت های هرچی بیشترت. قربانتم، تشکر از شما، وقتت بخیر. خب دوستای نهایت عزیز، مارینا جان بودن، یکی از هنرپیشه بسیار عزیز ما، یکی از هنرپیشه بسیار خوب ما که امروز در برنامه مهمان بودن و موضوع دخترای افغانه که فعلا در افغانستان هستن و اجازه به مکتب رفتن ندارن، واقعا همه ما متاثر هستیم. واقعا ما از همینجا به تمام شما کسایی که متعلم و مسئل هستین میگم که این روزای سخت میگذره، هیچ روز ماندنی نیست دوستا. اگر روزای خوب است میگذره، اگر روزای بد است همه در گذر است، هیچ روز باقی نمیمانه، ولی از شما میخواییم که امیدتانه هیچ وقت از دست نتین، همیشه امید به خداوند داشته باشین. شما کسایی هستین که آینده افغانستان هستین و مطمئن هستم این روزا تمام میشه و شما دوباره میتونین به درس، به تحصیل، به زندگی خوبتان ادامه بدین و موفقیت های بسیار زیاد را کسب کنین در زندگیتان. همه قدر میخوایم که هیچ وقت خاموش نباشین، در مقابل تمام ظلمایی که درسی شما صورت میگیره صدا بلند کنین، چرا که خانمای افغان خانمای 20 سال قبل نیستن، خانمای نیستن که آرام باشن، خانمای نیستن که ظلم بالای خود قبول کنن. و ای که یک شخص ظلم بالای خود قبول میکنه، ای خودش یک گناه کلان است که انجام میده. پس همیشه صدا بلند کنین، از حق و حقوقتان دفاع کنین، ما همیشه همراهتان هستیم. یک جان ممنونتان از ای که برنامه امروز شما دوستا بیننده بودین. تا برنامه بعدی که انشالله بعد حضور شما قرار میگیرم، شما رو به خدا یک تام سپارم و وقتت خودتان بخیر. صفحه من را لایک کنین، سابسکرایب کنین. منتظر نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما در برنامه آینده خود هستم. وقتتان بخیر.